درود خدمت یکایک که بینندگان گرامی، ایمان سلیمانی امیری در روز سه‌شنبه هفتم شهریور ماه در خدمت شما با یکی دیگر از برنامه‌های بازشناسی باورها. در برنامه پیشین قرار بر این بود که در ادامه مباحث مربوط به تاریخ زندگانی حسین وارد بحث همسران او بشیم و دو همسر او که به هر حال برای ما جالبن، یکی شهربانو که خب شیعیان مدعی هستند فرزند یزدگرد پادشاه ساسانی است، و دیگری یک شخصیتی است به نام اورینب که برخی ها سعی کردند بحث داستان عاشقانه او با حسین و یزید رو بر بکشند به عنوان یکی از ادله و علل منازعه میان حسین و یزید. خب بحثی پیش آمد و ما سعی کردیم در مورد علل دینگوریزی مردم کمی سخن بگیم و بحث مربوط به همسران حسین رسید به این برنامه. البته قرار بود نگاهی بیاندازیم به یک مقالطه که سعی میکنم در ابتدای این برنامه در مورد اون کمی سخن بگیم چون مهم هم هست، و سپس برگردیم به مسائل مربوط به زندگانی حسین با توجه به اینکه خب به زمان اربعین هم نزدیک میشیم. بد نیست که این وقایع رو تا زمان اربعین مورد دقت قرار بدیم و جنبه های برجسته زندگانی حسین رو ارائه کنیم. یکی از مقالطاتی که بسیار پرکاربرد هست در هم دیانت و هم سیاست بحث مقالطه یوتوست، یعنی تو هم همچنینی یا تو هم مانند من هستی. در واقع مقالطه زمانی به کار میره که شما نقدی بر شخصی وارد میکنید و او سعی میکنه به جای اینکه به نقد شما پاسخ بده شما رو هم متهم بکنه به همان ویژگی. یعنی فرضاً شما به کسی بگید شما یک جنبه بد اخلاقی دارید و ایشون هم بگه بله خب شما هم همینطورید، یا آن پایگاه، جایگاه، حزب، گروه و دسته شما هم همینطوره. کمی که شما میبینید ما وقتی به طرفداران نظام جمهوری اسلامی این انتقاد رو داریم که شما حقوق بشر رو رعایت نمی کنید، به مسائل مختلف بی‌اعتنا هستید، اونها هم میگن بله خب مگه در غرب اینطور نیست، اونها هم حقوق بشر رو تمام و کمال رعایت نمی کنن، اونها هم دست به سری رفتارهایی میزنن یا سیاستمدارانشون هم همین کارا رو میکنن. در مورد اهل دیانت هم همینه، یعنی وقتی شما نقدهایی بر آرا و عقاید اونها وارد میکنید اونها هم سعی میکنن به نوعی برگردن و بگن خب در فرقه های دیگر میان مسیحیان، میان یهودیان همین ویژگی ها وجود دارد، و در واقع از دادن پاسخ همراه با استدلال و دلیل خودداری. بعد نیست نگاهی بیاندازیم به یک مجادله کلامی میان دو عالم بزرگ جهان اسلام، یکی علامه هلی و دیگری ابن تیمیه حرانی. داستان از این قرار است که علامه هلی یک کتابی می نویسه به نام منهاج الکرامه فی معرفت الامامت، و در واقع بحثش این است که نشان بدهد چرا علی ابن ابی طالب افضل است بر دیگران و حق اوست خلافت، و در این راه سعی میکنه کنایه ها و نقد هایی رو هم بر شخصیت های بزرگ اهل سنت بزنه، از ابوبکر و عمر و عثمان گرفته تا شخصیت های دیگه. در این میانه ابن تیمیه حرانی سعی میکنه پاسخ علامه هلدی رو بده. همین دلیل کتابی مینویسه به نام منهاج السنت که برگرده و در اون نقد هایی که علامه هلدی آوردیشون پاسخ بده. بحثی رو که من انتخاب کردم برای نشان دادن مقالطه یوتو، یعنی شما هم همچنینی، برگرفته از همین کتاب منهاج السنه هست، البته مختصر این کتاب که به فارسی هم خوب ترجمه شده و از طریق فایل های پی دی اف در اختیار عزیزان هم هست. جالبه وقتی این دو عالم بزرگ اسلامی در برابر هم به نوعی به شکل غیر مستقیم قرار می گیرن، جنبه هایی از دیانت و نگاه اخلاقی مذاهب خودشون رو نشان میدن
و در صدد توجیه بسیاری از رفتارهای غیر اخلاقی هست. بعد نیست نگاهی بندازیم ببینیم این دو عالم بزرگ در اون دو گروه شیعه و سنی نسبت به همدیگه چه تعریضاتی رو دارن و چگونه سعی میکنن از عقاید خود دفاع بکنن. در فصل 77 ابن تیمیه حرانی میخواد پاسخ بده به علامه هلی و عنوانش اینه: رد بر ایرادات رافضی. رافضی یک عنوانی بود که اهل سنت به شیعیان میدادن، به معنای اینکه شما کسانی هستید که تن زدید از دیانت و اسلام و به نوعی خارج شدید از دین، ترک کردید دین رو. و این رو آوردن که نخست افرادی که پیرامون زید ابن علی بودن، یعنی شیعیان کوفه، زمانی که از زید ابن علی سوال کردن که خب نظرت راجبه ابوبکر و عمر چیست، آیا اونها رو قبول داری یا نه، و او وقتی گفت بله من خلافت اونها رو غاصبانه نمیدانم، بخشی از این هواداران او رو ترک کرد. برای همین زید ابن علی به اونها عنوان رافضی داد، یعنی کسانی که او رو ترک کرد. بعدها اهل سنت از همین تعبیر رافضی استفاده کردن و سعی کردن شیعیان رو به عنوان روافض، کسانی که دین اسلام رو تن زدن، کنار زدن و ترک کردن، نام ببرن. در واقع یک طعنی است نسبت به اونها، کما اینکه خوارج هم طعنه، یعنی کسانی که خارج شدن از دین، در حالی که خود خوارج خودشون رو خوارج نمیدانست. بعدها دشمنان اونها سعی کردن یک بار ارزشی منفی به مخالفین خودشون بدن و اونها رو خوارج بدارن. امروز هم شما همین برچسب زنی ها رو در دیانت اسلام میبینید. گروه های مختلف سعی میکنن به افراد دیگر، بحث های منافق، نمیدونم ملحد، اما اقسام چیزها رو بدن که به نوعی نشان بدن اونها دارای ارزش های منفی هستن. خب ببینیم بحثی که ابن تیمیه حرانی داره مطرح: رد بر ایرادات رافضی بر اینکه ابوبکر صدیق خالد را قصاص نکرد. منظورش خالد ابن ولید. حالا داستان رو میخوانیم و من در میانه اون سعی میکنم برای تنویر بحث نکات تاریخی رو هم روشن کنیم. مؤلف رافضی میگوید، منظورش علامه هلیست: ابوبکر حدود خدا را اهمال نموده و خالد را نه قصاص کرد و نه حد زد، در حالی که مالک ابن نویره را که مسلمان بود کشته و زن او را به عقد خود درآورده بود و در همان شب قتل شوهرش با او همبستر شده بود، و عمر نیز پیشنهاد قتل او را داد ولی ابوبکر خودداری کرد. داستان از این قراره که در زمان خلافت ابوبکر و گروه های زیادی از قبایل مختلف از اسلام بیرون آمدن، بخشیشون بالکل بیرون آمدن، بخش دیگر تشکیکاتی در مورد زکات داشتن که آیا ما باید بعد از فوت پیامبر اسلام این زکات رو مثلا به ابوبکر بدیم یا ندیم. این نزاها وجود داشت. بخشایی هم سعی کردن دوباره برگردن به اسلام. یکی از این افراد که محل مناقشه هم بود مالک ابن نویره هست. خب ابوبکر خالد رو میفرسته که شما برو و در آنجا با مالک که روبرو شدی ببین آیا او مسلمانه یا نه، آیا از ما تبعیت میکنه یا نه. خالد زمانی که میره ظاهرا خب همراهان او متوجه میشن که بله مالک ابن نویره هم مسلمانه و یک اعتراض خاصی نداره. بعضا تشکیکاتی داشته که رفت شد، اما منازعه برانگیز بود این مسائل. خالد ابن ولید که سوابق او در زمان پیامبر اسلام هم نسبت به آدم کشی بسیار رواج داشت، چمان که او رو به جزیمه فرستاد و او رفت و مردم رو که مسلمان بودن رو دست بست و گردن زد، که حتی خود پیامبر اسلام هم وقتی خبر رو شنید گفت من از رفتار خالد استغفار میکنم. اینجا هم آن ویژگی های اخلاقی خودش نشان میده، یعنی با یک خشونت سعی میکنه مالک ابن نویره رو بکشه. بدتر از آن زمانی است که او وقتی مالک ابن نویره رو میکشه در حالی که خب مسلمان بود، با همسر او هم همبستری میکنه. یکی از رفتارهای واقعا زشت اسلامی است.
اینکه شما کسی رو بکشید و بعد زنان او رو به عنوان همبستر انتخاب کنید و این کارا رو بکنید. و این سابقهش هم برمیگرده به پیامبر اسلام، جایی که بعد از فتح خیبر او صفیه دختر وهب بن اختب که زن کنانت ابن ربیع بود رو از بین این اسرا به عنوان صفایا، یعنی اون مال برگزیده ای که بعد از جنگ به سپاه اسلام میرسه و پیامبر اسلام انتخاب میکنه. یعنی صفایا به معنای برگزیده اشیا یا اموالی است که در میان غنایمه که زنان هم شامل اونه. یعنی زنان رو میآوردن، پیامبر اسلام از بین اون زنان زیباترینش رو، بهترینش رو، یا هر کسی که خودش تمایل داشت انتخاب میکرد. از بین اشیا هم همین گونه بود. مثلا در جنگ بدر شتر ابو جهل رو گرفت واسه خودش. در بخشی از جنگ ها شمشیرهای خیلی مهم مثل شمشیر ذوالفقار، ذوالفقار شمشیر منبه ابن حجاج بود، وقتی او کشته شد پیامبر شمشیر رو گرفت و بعد داد به علی. بخشی از این اموال که زنان بودن در اختیار پیامبرن به عنوان صفایا، یعنی برگزیده اموال. در جنگ خیبر هم وقتی این زنان و کودکان رو آوردن، ابتدا صفیه در سهم شخص دیگری قرار میگیره، ولی ایشون چون زیبایی صفیه رو شنیده بود تصمیم گرفت که صفیه رو متعلق به خودش بکنه و به دهیه و دیگران که این صفیه مربوط به او بود یک زن دیگری بده. همین موضوع در بنی مصطلق هم پیش آمد، جایی که دختر حارث بن ابی ذرار رو برای خودش گرفت، جویریه رو، چون شنید زیباست و او هم آمد از پیامبر کمک خواست. ایشون هم گفت خب میخوای من به تو کمک میکنم به شرط اینکه همسر من بشی یا به نوعی متعلق به من بشی. او هم میپذیرد. به هر حال از این مسائل بوده. بعد از فتح خیبر پیامبر اسلام میاد و با صفیه نزدیکی میکنه. خیلی جالبه زمانی که شب زفاف به نوعی از نظر مسلمانان، که البته ما میدانیم منظور تجاوزه وگرنه بحث ازدواج مطرح نیست، پیش میاد، ایشون از سراپرده خودش میاد بیرون، یعنی پیامبر اسلام. میبینه ابو ایوب انصاری اون گوشه ایستاده، میگه ابو ایوب تو اینجا چیکار میکنی؟ ما شمشیر کشیده منتظر چه هستی؟ ابو ایوب انصاری میگوید که یا رسول الله، ما دیروز شوهر این زن رو کشتیم، منظور کنانت ابن ربیع است، که او رو با شکنجه به وضعیت مرگ میندازن و بعد میدن به محمد ابن مسلمه که گردن او رو بزنه. ابو ایوب انصاری اشاره میکنه، میگه یا رسول الله، ما دیروز شوهر این زن و قوم و خویش او رو کشتیم، من میترسیدم که ایشان بر علیه شما سوء قصدی بکنه، برای همین با شمشیر اینجا ایستادم که اگر صدایی آمد یا بحثی شد بتونم وارد بشم. منظور این است که شما ببینید اخلاق اسلامی به این نحوه که دیروز شوهر یک زنی رو با شکنجه میکشن و مقبیله او رو میکشن و بعد شارع اسلامی که بخشیش پیامبر اسلامه و اینا همه سنت او میشه و بعدا مسلمانان اون رو به عنوان حکم و قاعده به کار میگیرن، با صفیه نزدیکی می. خالد ابن ولید هم که پیامبر اسلام به او لقب سیف الاسلام داده همین حرکت رو انجام میده. همین دلیل خب مالک ابن نویره رو کشت در حالی که مسلمان بود، با همسر او نزدیکی کرد و این خشم عمر رو حتی برانگیخت که آقا این چه ربطی داره، این چه حرکتی است که خالد انجام داده. حالا ببینیم ابوبکر به عنوان خلیفه همانند پیامبر اسلام که در مورد بنی جزیمه خالد رو مجازات نکرد، به یک استغفار خالی و دادن دیه آنهایی که کشته شدن قناعت کرد، این بار هم ابوبکر از مجازات خالد صرف نظر میکنه. علامه هلی میگه ببینید خلیفه‌ای که شما دارید میگید حدود خدا رو اجرا نکرده،
در حالی که خلیفه یا امام باید کسی باشه که حدود خدا رو، احکام اسلامی رو اجرا کنه. خب این طعن رو به ابوبکر میزن برای که نشان بده ابوبکر شایستگیشو نداره. حالا ببینیم ابن تیمیه میخواد پاسخش رو بده، اما نوع پاسخی که میده علاوه بر اینکه جنبه‌هایی از تاریخ اسلام رو برای ما مشخص و روشن میکنه، از همین مغالطه یوتو بهره منده به اضافه مغالطات دیگر که الان عرض خواهیم کرد. خب ایشون چی جواب میده؟ در جواب باید گفت اگر ترک قصاص از قاتل توسط امام و خلیفه معصوم کاری ناشایسته است، این بزرگترین حجت شیعیان عثمان علیه شیعیان علی خواهد. زیرا اگر همه مردم کره زمین مثل مالک ابن نویره باشند، عثمان از جمیع آنها بهتر است. عثمان خلیفه مسلمانان بود و مظلومانه و بدون هیچ تأویلی که جواز قتل او باشد شهید شد، و با این وجود علی قاتلان او را نکشت، و این یکی از بزرگترین دلایل عدم بیعت شیعیان عثمان با علی بوده. حال اگر علی در ترک قتل قاتلان عثمان عذری شرعی داشته باشد، عذر ابوبکر در ترک قتل قاتل مالک بن نویره قوی تر است، و اگر ابوبکر در کار خود معذور نباشد، علی به طریق اولا معذور نیست. خب حرف ابن تیمیه چیه؟ میگه اگر شما این رو ایراد میبینید، خب خودتون هم همین کار رو کردید. علی هم قاتلین عثمان رو قصاص نکرد. یعنی میگه تو هم همینطوری مثل من. یعنی اگر امام من، خلیفه من ابوبکر یک قاتلی رو که باید قصاص بکنه قصاص نکرده، امام تو یعنی علی ابن ابی طالب هم قاتل عثمان رو قصاص نکرد. یعنی دقیقا مغالطه یوتوه. میگه آقا تو چرا این کارو کردی؟ میگه خب تو ما هم این کارو کردی. میگه چرا امامت این کارو کرده؟ میگه خب شما امامتون هم این کارو کرده. حالا ادامه میده جالب تر میشه. و آنچه روافض در ایراد به ابوبکر در مورد این قضیه کوچک به زبان می... ببینید همین داستانه. یعنی قتلی که ما انجام دادیم، جنایتی که ما کردیم خیلی کوچیکه، بی اهمیته. اینم یک مغالطه است، جایی که شما سعی میکنید رفتار خودتون رو بی اهمیت نشان بدید، کوچک نشان بدید، که از مغالطه قابل اغماز استفاده بکنید. بگه خب که چیزی نیست. میگی چرا اختلاس کردی؟ میگه خب آقا بابا 10,000 تومان که پولی نیست، 1,000,000 دلار که پولی نیست. دیدی به هاشمی رفسنجانی میگفتن آقا این دستگاه های شما اختلاس میکنن، پسرتون اختلاس میکنه، اون یکی اختلاس میکنه. میگه خب بابا اینا دیگه در اون بحث های قرارداد ها و سازندگی ها که چیز کمی نیست، ببخشی چیز زیادی نیست. حالا یه پولی هم چند میلیون دلار این وسط خورده شد، شما به اون پله نگاه بکن، به اون سده نگاه بکن که ساختیم. در رژیم گذشته هم همین بود، سازندگی میکردن، یه بخشیش هم هیپ و میل میشد. ژنرال های 5% داشتن، 4% داشتن، اون طوفانیان و اون یکی دیگه، و میگفتن آقا اونا رو نگاه نکنید، حالا ما کمی هم پول تو جیبمون گذاشتیم، مهم اینه که شما ببینید ما چقدر فانتوم خریدیم، چقدر کشتی خریدیم. این مغالطه است. ابن تیمیه داره میگه کشته شدن مالک که چیزی نیست، حالا زیاد شما هم اینقدر سر و صدا میکنی. میگه که پاسخ مثلا میخواد بگه خب دیگه پرسش نکنی، چیز کوچیکی بوده دیگه، رفش کن، کشش ندهی، به قول سید علی خامنه ای کوچیکه، یک اختلاس کوچیکی بوده. ولی ایرادی به کار علی وارد نمیبینند، از فرط جهالت و تناقضشان سرچشمه میگیرند. و همچنین ایراد روافض بر عثمان در ماجرای عدم قتل عبیدالله ابن عمر به خاطر قتل هرمزان از همین بابه. دوباره علامه حلی ایراد میگیره، میگه ببینید عثمان هم زمانی که هرمزان عمر رو کشت، ببخشید ابولؤلؤ فیروز عمر رو کشت،
عبید الله ابن عمر پسر عمر وارد خانه یه هرمزان میشه، هرمزان و جفینه رو میکشه، دو تا آدم بیگناه. دستش به ابولولو نرسید چون ابولولو فیروز زمانی که در مسجد به عمر ضربه زد به دو سه نفر دیگر هم ضربه زد و بعد هم در همون جمع کشته شد. حالا بنابر برخی از نقل ها فرار کرد، اما نقل موثق تر این است که همونجا کشته شد. عبید الله ابن عمر به خانه هرمزان میاد، یکی از همون ایرانیانی که در جنگ ها اسیر شده بود، سرداران ایرانی هم بود که زمانی که به مدینه رفت مسلمان شد. عمر به او 2000 درهم مقرری داد و او رو در مدینه هم ساکن کرد. عبید الله ابن عمر هرمزان و یک خانومی به نام جفینه رو میکشه و علی از عثمان میخواد که چون خلیفه بعدی شد بعد از مرگ عمر که عبید الله رو قصاص بکن. عثمان هم به بهانه های مختلف از قصاص عبید الله صرف نظر کرد. حالا یکی دو نفری رو کشته ولی پسر خلیفه قبلیه، البته دلیلی هم داشت. در واقع اشاره میکرد که چون شخصی مثل هرمزان ولی دم نداره و من به عنوان امام و خلیفه ولی دم هستم، از خون او میگذرم، یعنی قصاص نمی کنم و عفو میکنم. برای مناقشه برانگیز شده بود در اون زمان که شما باز حدود خدا رو تعطیل کردید، آیه 33 اسراء رو معطل گذاشتی، باید قصاص بشه. علامه هلی داره این رو کنایه میزنه به او. حالا ابن تیمی میخواد پاسخ. اگر گفته شود علی در ترک قتل قاتلان عثمان معذور بوده زیرا شروط استیفای آن فراهم نبود، یا به خاطر عدم علم و عدم شناخت قاتلان به طور معین و مشخص، و یا به خاطر ناتوانی در برابر آشوبگران که صاحب قدرت و شوکت شده بودند و امثال این، در جواب گفته می شود شروط استیفای امر در قتل قاتل مالک ابن نویره و قتل قاتل هرمزان نیز هم نبود. یعنی تمام همون مغالطه یوتو رو داره مرتکب میشه. میگه اگه شما میگید اونجا مشخص نبود، ما میگیم اینجا مشخص نبود. دقیقا ارتکاب مغالطاتی که شما میتونید به راحتی ببینید، همشون رو به کار میبرن برای اینکه پاسخ ندن به اون اصل داستان، زیرا در این باره شبهه وجود داشت و حدود با شبهات رفع میشود. و اگر گفته شود عمر به ابوبکر پیشنهاد کرد که خالد ابن ولید را بکشد و علی نیز به عثمان سفارش کرد که عبید الله ابن عمر را بکشد، در جواب گفته می شود طلحه و زبیر و دیگران نیز به علی پیشنهاد کردند که قاتلان عثمان را بکشند. یعنی میگه اگه شما میگید که خب اگر مشخص نبود چطور عمر قطعی گفت آقا این آقا رو بکشیم، پس شواهد وجود داشته که عمر همچین نظری داشته، چون اهل سنت معتقد بودن که شواهدش وجود نداره و حدود با شبهات رفت میشه. قاعده فقهی است، تو در حدود به شبهات، اگر در مورد حدود شبهی هست مجازات برداشته میشه. حالا ایشون میگه که اگر اونجا شبهه بود اینجا هم شبهه میاریم، میگیم شبهه هست. اگر شما میگید که خالد این عمل رو انجام داده و عمر دستور داده به ابوبکر که این آقا رو بکش، پس شواهدی وجود داشته که برای عمر هم اثبات شده که این آقا بدون شبهه دست به این کار زده. خب ما هم برمیگردیم و میگیم طلحه و زبیر هم به علی گفتن قاتلان عثمان رو قصاص کن. یعنی ابن تیمیه نگاه میکنه علامه هلی چه گفته، او هم با همین نحو به او پاسخ میده، هر دو در حال مغالطه هستن. ادامه میده به علاوه کسانی که پیشنهاد کشتن قاتل را به ابوبکر دادن به اقامه حجت ابوبکر بر خودشان قانع شدند. حالا ابوبکر حجتی هم نیاورد، گفت این سیف الله است، شمشیری که خدا برای کشیده من اون رو از بین نمیبره، داخل غلاف نمیزن. و رأی او را پذیرفتند، یا به خاطر ظهور حق و ثواب در استدلال ابوبکر
و یا به خاطر پی بردن به این مطلب که مسئله می تواند محل اجتهاد و اختلاف نظر باشد. ولی علی با آن پیشنهاد دهندگان موافقت نکرد و بین او و آنها جنگ هایی در گرفت که معلومه. بعد میاد پایین تر و اگر گفته شود عثمان محدور و دم بوده، چون کسانی که عثمان رو کشتن مدعی بودن که او بدعت آورده، سنت پیامبر رو تعطیل کرده بدعت آورده، بنابراین کشتن خونش واجب. در جواب گفته می شود هیچ کس شک نمی کند که مباح بودن ریختن خون مالک ابن نویره از مباح بودن خون عثمان آشکارتر است. بازم میگه خب اگر شما میگید عثمان محدور و دم بوده، ما هم میبینیم مالک ابن نویره محدور و دم بوده. و همینطور داستان رو ادامه میده و هر کس بگوید ریختن خون عثمان مباح بوده است، نمیتواند نه خون علی و نه خون حسین را مصون بدارد. یعنی تک تک سخنانی که ابن تیمیه داره به کار میبره، به جای اینکه پاسخ بده که به چه دلایلی نیست، میگه خب اگه تو میگی محدور دمه، ما میگیم اون محدور دمه، اگه تو میگی اون اینجوریه، ما میگیم تو اون که اینجوریه. و همینطور ادامه میده تا اینکه به یک نکته جالبی هم از قول پیامبر اسلام میرسه. به علاوه باید گفت غایت چیزی که در مورد داستان مالک ابن نویره میتوان گفت این است که خونش مصون بود. حالا میگه در نهایت اینه که بله درسته، خون این آقا مصون بوده، نبایستی کشته میشد. حالا برای رفعش چیکار میکنه؟ دوباره دست به مغالطه میزن و نمیبایست کشته شود. و خالد بنابر تعویل و توجیهی که داشت او را کشت، ولی این باعث جواز قتل خالد نمی شود. چرا؟ برمیگرده به سنت پیامبر. همچنان که وقتی اسامه ابن زید مردی را کشت که می گفت لا اله الا الله، یعنی اسامه ابن زید نوه پیامبر اسلام محسوب می شود به نوعی، چون پسر زید ابن حارثه بود، همون پسر خواندهی که به عقد زینب در آمد که داستانش خیلی معروفه و بعدن پیامبر اسلام با دیدن زینب شیفته او شد و به نوعی زید همسر خودش رو طلاق داد و محمد او رو به همسری گرفت. اسامه پسر اوست. پیامبر اسلام او رو میفرسته به یکی از این جنگ ها. اسامه حرکت میکنه، یک شخصی رو، چوپانی رو از دور میبینه. رسم بوده برای اینکه شما از دست این جهادگران اسلامی در امان بمانید، سلامی میدید که نشان بده مسلمانید. اوش هم سلام داد و اسامه بن زید برای اینکه گوسفندان او رو به دست بیاره به عنوان غنیمت او رو کشت. بعد آمد به نزد پیامبر گفت آقا بله، به هر حال من احساس کردم او از ترس اینو گفته. محمد گفته خب مگه تو قلب او رو شکافتی که بفهمی از ترس بودی یا نه؟ همین که به زبان اقرار به اسلام میکنه کافی. ابن تیمیه داره به اون داستان اشاره میکنه، میگه حالا فرضم خالد کشت، برای اینکه از خالد رفع مسئولیت بکنم پای پیامبرم وسط بکشم. حالا دقیقاً این نکته جالبی داره. همچنان که وقتی اسامه ابن زید مردی را کشت که میگفت لا اله الا الله، حضرت فرمود ای اسامه آیا او را کشتی؟ بعد از آن که گفته بود لا اله الا الله، به این ترتیب حضرت قتل او را نپسندید، ولی نه اسامه را قصاص کرد و نه از او دیه گرفت و نه کفاره خواست. خیلی جالبه، احکام اسلامی زمانی اجرا میشه که شما ببینید جنایتکار جز بستگان شما هست یا نیست. پیامبر اسلام دید نوش اسامه، یکی از فرزندانی که خیلی هم دوستش داشت به نام اسامه، نقل است که برخی ها وقتی چیزی میخواستن از رسول، حالا به نوعی رودربایستی هم داشتن، اسامه رو میفرستادن که شما برو با پیامبر صحبت کن، به خاطر اون علاقه ای که به اسامه داشت. حالا این آقا مرتکب قتل شده، باید قصاص بشه، اما پیامبر اسلام ندید میگیره. چرا؟
خود اینکه نوشه. تمام این خلفای اسلامی رو اگر نگاه بکنید یه جاهایی احکام رو تعطیل میکنن به نفع خودشون باشه، دست به کارهایی هم میزنن. پس بعید نیست اگر جمهوری اسلامی هم سرداران سپاه خودش رو محاکمه نمیکنه. نگید اینا اسلامی نیست، کجای اسلام هست؟ یه دی آمدن که بله خمینی گفته است که ما حدود رو تعطیل میکنیم و نمیدونم فلان تعطیل میکنیم. بله خب روش پیامبر اسلامه. آیه 33 اسراء رو پیامبر تعطیل کرده اینجا. چرا؟ چون اسامه نوش. علی ابن ابی طالب در مورد قاتلین عثمان قرآن رو تعطیل کرد. چرا؟ چون اونایی که قاتل عثمان بودن مثل عمرو بن حمق خزاعی و کنانت ابن بشر تجیبی و دیگران نام دوستانش بود. ابوبکر هم قتل خالد رو نادیده گرفت. سیف الاسلامه، برای من داره میجنگه. یکی از کارهای استبداد همین، یک مفری برای جنایتکاران باقی میگذاره حتی در جذب اونها. ما یه قاعده ای داریم در فقه به نام قاعده جب، الاسلام و یجب و ما قبله. یعنی چی؟ یعنی اسلام گذشته شما رو پاک میکنه، به این معنا که اگر در گذشته جنایتی انجام دادید امروز آمدید و مسلمان شدید دیگه اون جنایت های سابق شما نادیده گرفته میشه. در داستان اسلام مغیره ابن شعبه ثقفی هم همین رخ داد. حالا داستان چیست؟ مغیره همراه با اهل ثقیف و گروه های دیگر رفت برای تجارت و کارهای دیگر. در بازگشت عده‌ای از همین دوستان و تجاری که بودن خب مالی امراشون بود. مغیره برای اینکه مال رو ببره اونها رو کشت و با اون اموال آمد به مدینه. از ترس مسلمان شد. بعد به پیامبر اسلام گفت خب این مشکلی برای من ایجاد میکنه؟ پیامبر اسلام گفت نه، الاسلام و یجب و ما قبل. اسلام گذشته تو رو پاک میکنه. یعنی عدالت خدا در این نه. که شما اگر در قبل جنایت کردید الان مسلمان شدید پاک میشید، دیگه مورد مؤاخذه هم قرار نمیگیرید. این راه رو برای جذب خیلی از جنایتکاران به اسلام باز کرد. کسانی که در گذشته مرتکب جرم میشدن، آدم میکشتن، با قبایل میجنگیدن، مال میبردن، بعد میامدن با شهادت این داستان تمام بود. یعنی اگر شما استالین و هیتلر و اینها هم اگر می آمدن مسلمان می شدن تمام جنایتشون پاک می شد. حالا اختلافه در این که این قاعده جب تا چه حدودی رو پوشش می ده. ما عمدتا جنایتکاران می تونن به راحتی با این قاعده جب بیان در دامن اسلام و خیلی راحت خدمت بکنن و اعمالشون نادیده گرفته بشن. ما امروز در سیاست جمهوری اسلامی اینو داریم، جایی که در زندانها برای سرکوب مردم در خیابان به اراذل و اوباش وعده میدن که اگر شما آمدید در خیابان زنان و دختران مردم رو زدید، پسران مردم رو سرکوب کردید، ما در مجازات شما تخفیف میدیم. این نوعی استفاده از همون قاعده جبه، اما از بعد سیاسیشه. ما نادیده میگیریم اگه برای ما خدمت کنید، اگر برای ما کار میکنید. ولی همون آدم کشی ها رو دارید، این بار فقط به نام حکومت ما، به نام دین ما، به نام مذهب ما انجام بدید، هیچ اشکالی نداره. نمونه های از اینها رو ما داریم. یعنی شما یکی از شخصیت های خیلی جالب سعسعت ابن ناجیت ابن اقاله، کسی که در دورانی در بنی تمیم که دختران رو زنده به گور میکردن، او روزی آمد و دید یک شخصی داره به خاطر فقر که عمدتا مشکل عرب اون زمان بود در حجاز، دختر خودش رو زنده به گور بود. ایشان گفت دخترت به من میفروشی؟ اون پدرم گفت بله. حالا با دو شتر نر و یک شتر ماده، حالا یا برخی آوردن دو شتر ماده و یک شتر نر، یعنی با سه شتر این کودک رو می‌خرید. و
آزادش میکرد، یعنی می آورد پیش خودش و بزرگش میکرد. بعد از اسلام این شخص آمد به نزد پیامبر اسلام، گفت یا رسول الله، من در زمان جاهلیت نزدیک به 300 دختر رو به این طریق آزاد کردم، یعنی از مرگ اونها جلوگیری کردم، آیا برای من ثوابی مقرر هست؟ پیامبر اسلام میگه نه، چون اینها برای رضای خدا نبوده، چیزی به عهده تو قرار نمیگیره. به همین دلیله که این جماعت هر کاری که در جهان غرب مثلا رخ بده از نظر اونها هیچ چیز، چون در راه خدا نیست، قربتن لله نیست. اما آدم کشی اگر در راه خدا باشه ثواب داره، ترور اگر در راه خدا باشه ثواب داره، زنده نگه داشتن دختران ثواب نداره چون در راه خدا نیست. این معیار اخلاقی رو کمی بفهمیم. در عرب جاهلی طبق همین تعریف و تعبیری که مسلمانان به کار میبرن، انسان شریف زیادی بودن. به همین دلیل که هند که در زن ابو سفیان بود در فتح مکه، زمانی که پیامبر گفت فرزندان خودتون رو نکشید، هند که دختر عتبه بن ربیعه بود، زن ابو سفیان، همون هند جگرخوار که اینها میگن، آمد گفت ما کسی رو نکشتیم، ما فرزندان خودمون رو پرورش دادیم، تو بودی که در بدر و احد اونا رو کشتی. معیارهای اخلاقی اسلامی اینطوریه، یعنی شما اگر بدون خدا خدمت بکنید به انسانها، کودکان رو آزاد بکنید، کارهای خیر بکنید، اون چیزی برات نوشته نمیشه، از نظر دینی برات مزیتی نیست. اما اگر در راه خدا برده بکنی، بکشی، با زنان نزدیکی بکنی، اینا همش ثواب داره، برای چیزی نوشته میشه. این بسیار مسئله مهمی است. این بحث بسیار طولانی است، اما من خواستم فقط نشان بدم جنبه های مغالطه یوتو چگونه رخ میده بین دو عالم، زمانی که هر کسی داره برای مذهب خودش یا دین خودش توجیهاتی رو میاره. خب برگردیم به سر داستان اصلیمون، یعنی بحث شهربانو و اورینه، با توجه به اینکه خب حدوداً هم نزدیک به 12-13 دقیقه فرصت داریم، حالا نمیدونم چند اندازش رو خواهیم رسید. بحثا دائم مثل مثنوی مولاناست، یه پرانتزی باز میشه، داستان دیگری آغاز میشه و کمی طولانی میشه، ولی به نظر من مهمه که ما اینها رو هم در لابلای بحثامون بدونیم و بشناسیم نسبت به این عقاید. خب این داستان هایی که در مورد زنان و فرزندان حسین هست بسیار مهمه، حداقل برای بخشش برای ما مهمه. من یه نکته رو عرض کنم که اون که خب خیلی سوال میکنن که دلیل چیست که شما در درون تاریخ اسلام یا روایات این همه شرح و بسط میبینید، این همه جزئیات میبینید، جزئیاتی که به هر حال پوشیده نیست، بسیاری از اونها یا خرافی است یا غلوه یا اساسا محل تردیده. یعنی وقتی حسین ابن علی مثلا با اسبش صحبت میکنه، خب کدوم گزارشگر تاریخی میتونه اینها رو بنویسه؟ یا یکی در خفا یا در جایی بوده، کسی هم نیست، شاهدان عینی متعددی وجود ندارن. این نقل ها چگونه راه یافته به این کتاب ها؟ شرح گزارشات چگونه آمده؟ در آینده اگر فرصت بشه ما حتماً در مورد مسائل مربوط به تاریخ اسلام و مبانیش نکاتی رو عرض خواهیم کرد. اما در اینجا نکته‌ای که میخوام عرض کنم اینه که واقعا یه پاسخی حداقل دم دستی بدم برای اینکه چرا اینقدر تواریخ اسلامی شرح و بسط داره، به جزئیات میپردازه، گاهی گفتگوها، گاهی رنگ مو، نمیدونم رنگ چشم، اندازه اندامها و خیلی چیزهای دیگر مهمه. ولی این مسئله این که در گذشته در میان همه ملل برای تبیین جهان یا به نوعی نحوه وقایع داستان نویسی یا به طریق نقل داستانی بیشتر در ذهنها می نشست. یعنی امروز هم همینه، ما ذهنیتی داریم که در اون داستانها رو بیشتر به خاطر می سپریم تا یک پاراگراف خوش. شما اخبار رو اگر خیلی خشک باشه جنبه های اصلی اونو فقط میتونید یاد بگیرید، جزئیات دیگه از کنار میره. اما اگه داستانی باشه
خیلی زیباتر میتونید جنبه های مختلف اون رو به خاطر بسپرید. در گذشته هم همین گونه بود. غالبا مورخان سعی میکردن اگر میخوان در مورد یک پدیده‌ای مطلبی بنویسن، اون رو با جزئیات یا داستانگونه یا رازوارگونه بنویسن که برای مخاطب حفظ و ضبطش آسانتر باشه، چه در مورد پدیده‌های طبیعی، آسمان، خورشید، و چه در مورد پدیده‌های انسانی، فرقی نه. بنابراین تبیین جهان به شکل داستانگونه میتونست مؤثر واقع بشه، هم زیبایی اون داستان و هم به خاطر سپردن اون رو که شما در رمان‌ها و این مسائل میتونید ببینید. جنبه دیگر برجسته کردن حماسی بودن، احساسی بودن و عاطفی بودن وقایع. یعنی اگر شما بگید خب حسین آمد در کربلا و کشته شد، خب حماسی نیست، احساسی رو برنمی انگیزه. اما وقتی اون رو با شرح و بسط می نویسید، از تشنگی حسین گرفته، زاری کودکان او گرفته، ناراحتی اسب او گرفته، گفتگوی حسین با شمشیر گرفته، تا گریه کردن آسمان و نمیدونم رودخانه ها، این هم جنبه احساسات رو برمی انگیزه، هم اون رو حماسی تر می کنه. فردوسی هم از این فن استفاده کرده در داستانهای شاهنامه. یعنی این فن نیست که بسیاری سعی می کردن برای جذب یک داستان از اون بهره برداری کنن. بعدها هم شما دیدید در مورد مسائل اسلامی کتابهای مقتل نویسی هایی که شد، به جای اینکه به اصل داستان بپردازن یا اون رو به شکل تحلیلی نگاه بکنن، جنبه‌های حماسی اون رو برجسته کرد. علی اکبر وارد میشه، رجز میخونه، شروع میکنه جنگیدن، صدای چکاچاک شمشیر و نمیدونم نعره اسب و همه چیز رو باوردن برای اینکه جنبه حماسی بشه، جنبه احساسی بشه. در داستان کربلا هم شما میبینید کار حماسی بودن و داستانی بودن بسیار زیاد، از گریه کودکان گرفته تا عروسی قاسم با نمیدونم فلانی گرفته تا هر چیزی که شما بخواید تو اون مراسم هست، هر کسی هر چی دوست داشته باشه میاد. در داستان کربلا هم همین، همه جنبه های اجتماعی رو در نظر، از کودک علی اصغر گرفته که یک فهمی داریم وجود نداره، ما بعدا اون خواهیم رسید، کودک 6 ماهه‌ای وجود نداره، علی اصغر همین امام سجاده، و کوچکترین فرزند حسین یک کودکی سرودن 4-5 ساله به نام عبدالله که کنیه حسین یعنی ابا عبدالله از اون گرفته شد، که در تیراندازی عمومی تیری به او میخوره و کشته میشه. اما خب مقتل نویس مجبوره یک کودک 6 ماهه‌ای رو هم بیاره، بگه بهش آب بدید، او رو دست به آسمان ببره که تیر بزنه، تیر به گلوی کودک بخوره، و از این داستان ها که میتونه جنبه های حزن‌انگیز این داستان رو برجسته بکنه. پس جنبه احساسی یا حماسی بودن هم یکی از اون. دیگر مسئله استنباط احکامه، یعنی جایی که ریشه های اون برمیگرده به قرآن. قرآن اشاره میکنه که هیچ تر و خشکی نیست که ما در کتاب خودمون این رو آوردیم. خب این دست رو باز میگذاره برای افراد که وقتی میخوان احکامی رو استخراج بکنن، نیاز هست شما جزئیات رو بدونید. مثلا وضو چگونه باطل میشه، نماز چگونه باطل میشه، چه اغذیه‌ای، چه اشربه‌ای، چه چیزی رو بخوریم، چه چیزی رو نخوریم، روزه ما باطل بشه یا نشه. خب این نیاز به جزئیات داره که پیامبر اسلام در فلان جایی همچین غذایی رو خورد، نشد، در جای دیگری غذایی رو خورد، باطل شد. همین ویژگی ها رو بسیاری از محدثین یا مورخین سعی کردن بیارن. خب در کنارش هم جعل حدیث وجود داشت، اما اشاره به جزئیات برای اینکه شما میخواید احکامی رو استخراج بکنید. احکام نیاز داره که شما نسبت به جزئیات با دقت بسیار بالاتری ریزکاری ها رو بسنجید و اونها رو بیارید. دیگر مسئله نزاع میان فرقه. همین دیدید الان این مسئله که ما آوردیم از این نزاع ها خیلی رخ داده در میان فرقه های اسلامی. حالا کسانی که شیعه هستن در برابر اهل سنت، یا در ابتدا نزاهایی که میان خوارج با گروه های سیاسی بود، وقتی اینها با هم منازعه میکنن، خب نیاز دارن برای صحت ادعاشون و صدق گزاره هاشون به جزئیات تاریخی یا
احادیث یا تفسیر آشنا باشن یا از خودشون میسازن اینها رو اساسا در روایت های جعلی. وقتی نزاها رخ میده اونا میخوان بگن ببینید ما در جزئیات حق با ماست، هرچند در کلیات حق ممکنه با هر طرف باشه. میدونید در بحث مربوط به خوارج وقتی علی ابن عباس رو مأمور میکنه که شما برو با خوارج صحبت کن، میگه با قرآن به اونها احتجاج نکن، قرآن حمال ذو وجوهه، یعنی تو یه آیه میگی او با یه آیه جوابتو میده، برو با سنت احتجاج کن چون در سنت این ریزکاری ها مشخص، منظور سنت رسول الله است. و حتی فرقه های دیگر هم سعی کردن به این سنت با نگاه ساختن جعل تاریخ حرکت بکنن برای اثبات دیدگاه خودشون، در نتیجه وارد جزئیات شدن. هم شیعیان حدیث سازی میکردن هم اهل سنت حدیث سازی میکردن. بسیاری از این حدیث سازی ها سبب شد که وارد جزئیات زندگی تک تک این نفرات بشه. حالا کسی نبود که بهشون بگه درسته یا نیست، اما اونا می آوردن. دیگر مسئله غنی بودن مکتب، یعنی مکاتب سعی می کردن بگویند که ما چه اندازه غنی هستیم در اشراف به مسائل اسلامی، حالا از تفسیر، علم کلام، علم حدیث، علم تاریخ. از نظر اونها نیاز بود که شما وارد جزئیات بشید که نشان بدید مکتب تشیع مکتب غنی است. به همین دلیل شیعیان میگن ما روایت های خودمون از معصومین داریم، از اولین معصوم یعنی پیامبر اسلام گرفته تا بعدی که علی و فاطمه و دیگران هستن، یکایک اون سبک زندگی، احکام و روش ها رو ما با خودمون آوردیم. پس مکتب ما غنی است، چشمه مکتب ما زلال. اهل سنت هم به همین ترتیب، فرق نمی کنه، اونا هم برای که نشان بدن مکتب اونها غنی است سعی کردن کتاب های تفسیری متعدد، کتاب های کلامی متعدد، روایی متعدد بنویسن. خب اینو وارد جزئیات میشه، وگرنه در کلیات ممکنه همان دو سه مورد محل مناقشه باشه. اختلافات فرق در درون جزئیات معلوم میشه، مثل احزاب سیاسی که ممکنه در کل با هم مشترک باشن برخی از احزاب، اما در جزئیاتشون تفاوت داره و هر کدوم هم سعی میکنن این تفاوت در جزئیات رو هم برای خودشون برجسته بکنن. مورد دیگر که باز هم بسیار مهمه این است که علاوه بر اینکه هر مکتب دنبال این است که اون رو غنی تر بکنه، هر مؤلف هم به دنبال این بوده که اندیشه های خودش رو، دیدگاه های خودش رو غنی تر نشان بده، استعداد علمی خودش رو بالاتر نشان بده. یعنی فرض کنید در درون جامعه شیعه خب علمای زیادی ما داریم، مفسران زیادی داریم، محدثان زیادی رو داریم. خب اینا چه باید میکردن؟ برای اینکه خودشون رو افقه نشان بدن، آدمی مفسر نشان بدن، سعی میکنن کتابهایی بنویسن با جلدهای بیشتر، روایتهای بیشتر که نشان بدن من اهل علمم. اگر فلان شیخی 10,000 حدیث بلد بوده، من در کتاب خودم 100,000 حدیث آورد. همین هم سبب ساز شده بود که خیلی از این فقها، خیلی از این محدثین روایت های جعلی هم در کتاب های خودشون بیارن. بعضیشون هم میدونستن این روایت ها جعلی است، اما جهت این که علم و دانش خودشون رو بیشتر نشان بدن که من استماع حدیث زیادی کردم یا احادیث زیادی رو بلدم یا به کتاب های زیادی مراجعه کردم، سعی میکردن این احادیث رو در کتاب های خودشون بنویسن. ابایی هم نداشتن از اینکه بعضا روایت ها رو اضافه بکنن، شرح و بسط بدن، وارد برخی از این جزئیات بشن. ما جامعه حدیثی داریم، شما علامه مجلسی 100 و اندی جلد فقط کتاب داره در عنوان بهار الانوار، بقیه کتاباش دیگه جای خود. البته او قدرت هم داشت در زمان صفویه، داره قدرتی هم شده بود، گروه هایی هم در کنارش بودن و او هم سعی میکرد این روایت ها رو جمع کنه. خب یک دستگاه دینی سیاسی مثل صفویه هم حضور داشت که بعدش هم نمی آمد. به هر حال اونها هم در همین نزاع با عثمانی ها نیازمند این بودن که مکتب تشیع رو غنی بکنن.
به همین دلیل به سراغ تاریخ برن، به سراغ روایت برن، به سراغ تفسیر برن. یعنی یک امر متقابل بود. به همین دلیل برخی از علما این امکانات رو داده بودن که شما این احادیث رو بنویسید که ما نشان بدیم چه اندازه مکتب ما یعنی تشیع غنیه. پس یه بخشیش بحثای مکتبه و بخش دیگر بحثای مربوط به مؤلفه، محدثه، که او هم سعی میکرد وارد جزئیات بشه. در مقتل نویسی ها و تاریخ نگاری هم همین مسئله هست. یعنی بسیاری از تواریخی که محبوبیت پیدا کردن تواریخی هستن که وارد جزئیات شدن، مسائل ریز رو وارد شدن و سعی کردن اونها رو بنویسن و دیگران هم از اونها استفاده میکنن. ولی مهم این است که ما ببینیم بسیاری از این نقل های تاریخی در درون اون جنبه های حماسی، تبلیغی، حکمی و خیلی امور دیگر قابل پذیرشه، نه اینکه صدق تاریخی داره، نه اینکه یقینی نیست. ما در تاریخ هیچ چیزی یقینی نیست، هیچ چیزی قطعی نیست، فقط میتونیم به بهترین تبیینش برسیم. بنابراین طبیعی است که در مورد زندگانی این اشخاص که 1400 سال قبل زندگی کردن ما نمیتوانیم هیچ چیز رو به قطع و یقین بگیم و باید مراقب باشیم که دستخوش این هوا و هوس مکاتب و مؤلفین و نوع سبک تاریخ نگاری آن زمان که حماسی، احساسی، شورانگیز و برای تبیین محیط پیرامون و جهان سعی میکردن داستانگونه و رازگونه سخن بگن، برای فهم مخاطب در این دام نیفتیم. خب ما قصد داشتیم به بحث عرینب و شهربانو برسیم که باز هم در این جلسه نشد، اما این مقدمه بسیار مهمه که ما در فهم داستان شهربانو و عرینب بدانیم که این وقایع نگاری ها و بعضا زیادت و کاستی ها حاصل همین 6-7 موردی است که من عرض کردم تاثیرگذار بوده در تاریخ نگاری ها تا بتوانند برای خودشون در درون مکتب چیزی جستجو بکنن، که حالا ما در داستان شهربانو اشاره خواهیم کرد که چرا سعی کردن او رو به یزدگرد سوم یا افرادی از این دست نزدیک بکنن که برای ما ایرانیان هم بتونه جذبه داشته باشه، و یا اون داستان عرینب که جنبه حماسی داره برای اینکه نزاع میان حسین و یزید رو معطوف به بحث عشق و عاشقی و آن رقابت‌های خاص بکنن. به هر حال در این برنامه نرسیدیم، اما قول میدم در برنامه آینده به بحث عرینب و شهربانو خواهیم رسید. سپاسگزارم از تلویزیون پارس و جناب شهرتی عزیز. تا فرصتی دیگر، بدرود.